با درود و سلام، من کیانوش توکلی هستم، مدیر وبسایت ایران گلوبال. امروز جمعه 4 فوریه 2022 هست و من میخوام در مورد دو موضوع، یکی اطلاعیه ایران گلوبال پیرامون مقالاتی که علیه آقای ایرج مصداقی در سایت ایران گلوبال چاپ شد و ما اون رو سال گذشته حذف کردیم، و همینطور صحبت‌های آقای ایرج مصداقی در برنامه چهارشنبه شب‌هایشون، یعنی 2 فوریه، یک روز بعد از انتشار این اطلاعیه، که حدود نیم ساعت در مورد سایت ایران گلوبال، کیمیا خاوری و اجدر بهنام حرف زد. خب من برنامه رو زنده ندیدم، ولی یکی از دوستان ایمیل زد و عنوان ایمیلم این بود: کیانوش نظر بدهد. نوشته که آقای مصداقی گفته کیمیای خاوری و کتایون آذرعلی یکی هستند و با کمک اجدر بهنام مقالات کیمیا خاوری را در سایت ایران گلوبال منتشر کردم. خب من برایش فقط همین اطلاعیه رو فرستادم، گفتم من برنامه رو ندیدم، و بعد که برنامه رو دیدم که حالا میخوام در این ارتباط صحبت بکنم و نظر سریع خودم رو بدم، و امیدوارم که اولا این بحث بین این گونه بحث ها بین ما تموم بشه، و به خصوص آقای ایرج مصداقی که خب یه کار خیلی بزرگ و مهمی رو در ارتباط با دستگیری حمید نوری و همینطور ادامهش دادگاه حمید نوری هست رو به خوبی پیش ببرن، و در همین جا هم از ایشون حمایت میکنم و از همه میخوام که ما باید قدر یه همچین آدمایی رو که کار مهمی رو انجام دادن رو بدونیم. ولی در این حال به هر نظرات خودم راجع به صحبت‌های ایشون میکنه. منتها قبل از اون یک نفر بعد از این مصاحبه به من زنگ زد، گفت که حقیقتا یه سوالی میخوام ازت بکنم، اگر کیمیا خاوری یه همچین مقاله ای علیه تو مینوش، اونم با اسم مستعار، در سایت چاپ میکردی؟ گفتم بله من چاپ میکردم، اصلا به این نگاه اعتقاد دارم. او از کجا میگه؟ گفتم ببین، چند سال پیش مقاله‌ای منتشر شد، نه در سایت من بلکه در سایت یک گروه دیگه‌ای، نوشتن که سیمای یک فاحشه سیاسی. متن مثلا خلاصه چکیده‌اش هم این بود که کیانوش توکلی مدیر سایت ایران گلوبال به عنوان کامل و بارز یک فاحشه سیاسی نام برد، و هر روز بر اساس که این یعنی کیانوش هر روز بر اساس منافع فردی رنگ عوض کرده و چهره جدید به خود میگیرد. در واقع نقطه ضعف اساسی وی یعنی من منافع فردی است. و توضیح داد که مثلا من عضو حزب توده بودم، که هرگز من عضو حزب توده نبودم، و مسئول مالی حزب توده بودم، از اونجا کلی پول بلند کردم، بعد دیگه احزاب که مثلا ضعیف شده بودند و اینا، من رفتم به طرف جریانات سلطنت طلب عضو اون شدم و اونجا هم به کلاهبرداری مالی مشغول بودم. خب من اینو از اون سایت برداشتم آوردم تو سایت خودم با همین عنوان زدم. الان اگه شما بزنین سیمای یک فاحشه سیاسی، قشنگ مال ایران گلوبال میاد، با انتشارم از خودم بوده. بنابراین من ترسی ندارم. من گفتم آقا عضو سازمان فداییان بودم از روز اولی که تو سیاست شدم تا 20-25 سال پیش که اون سازمان رو ترک کردم، دیگه عضو هیچ حزب سیاسی نشدم و بیشتر به کار مطبوعاتی، رسانه و فعالیت سیاسی مشغولم. بنابراین مسئله این نیست. اتفاقا تأثیری که این گذاشت بی‌نظیر بود. اولین کسی که این رو نوشته بود بعدا اومد، خیلی با هم دوست شدیم و اصلا به من ایمان آورد و گفت که ما یک گروه بودیم، بعد از این انتشار این مطلبی که تو سایت خودت زدی، اصلا گروه ما پاشید.
یعنی ببینید چقدر تاثیر میذاره. یعنی اگر من اینو نمیزدم خب همش، اما اگر بود که آقا این پولای حزب توده رو دزدیده یا نه، خب برای اینکه آدم هیچ دلیلی نداره بیاد چیز بکنه. من یعنی به این نوع دموکراسی اعتقاد دارم، مطمئنم، مگر اینکه دیگه طرف زیاد چی میگن خیلی شورش رو در آورده باشه. حالا باز ولی اگر با اسم سیاسی علی، با اسم مستار علی خودم می نوشت و واقعا مطمئن باشه من چاپ میکردم، ترسی ندارم تو این رابطه. اما بعدا اتفاقی که در رابطه با آقای ایرج مستاقی افتاد، والا من دیگه دستم رو داغ کردم که دیگه کسی حق نداره تو سایت ایران گلوبال با نام مستعار علیه یک شخصیت سیاسی شناخته شده مثل مثلا آقای ایرج مستاقی یا مثلا علیه کسای دیگه که توی جنبش اپوزیسیون هستن پخش بشه. بعد گفت خب حالا نمونهاش چی داری که مثلا این رو داری میگه؟ گفتم ببین من دو تا نمونه براتون میگم که فکر کنم آقای ایرج مستاقی هم میدونن، احتمالا آقای سعید بهبانی هم تو جریان هست. چند وقت پیش دیدم یکی از دوستا یه دونه لینک ویدیوی تلویزیون میان تیوی رو از آقای فرهاد مرادی رو برای من فرستاد که در اونجا عنوان این یوتیوب این بود که مقاله امنیتی ایران گلوبال. خب من این تا دیدم گفتم ای داده بیداد داستان چیه، ما چه خرابکاری کردیم که یه همچین چیزی نوشتم. بعد رفتم ویدیو رو گوش کردم، دیدم آدم این آقای فرهاد مرادی خیلی آدم منطقی صحبت کرده، منم مورد خطاب قرار داده که آقا این مقاله محمود زنگنه رو برای چی زدین. و من رفتم مقاله محمود زنگنه رو خوندم، دیدم درست میگه. اون زمانیم که من این ایمیل رو برای بهمن دوستم فرستادم که اون رو چاپ بکنه، برای اینکه چیز بود چک کردم، حتی به اسم آقای ایرج مستاقی هم رسیدم، دیدم هیچ چیز بدی نگفته راجبون. ولی من تا اون زمان شخصی به نام آقای فرهاد مرادی نمیشناختم و یه چیزهایی هم داشت نفهمیدم چیه، یعنی در واقع یه مقدار بی‌دقتی کرده بودم، دادم اون چاپ شد. بلافاصله بعد از این که آقای مرادی این رو نوشت، من اون رو حذف کردم. بعد من نمیشناختم، تلفنشو نداشتم، رفتم سرچ کردم، بعد دیدم تو فیسبوک پیداش کردم، براش خصوصی نوشتم که آقا معذرت میخوام، من درست میگی، من این مقاله رو حذف کردم. اینم یه دونه اطلاعی هم براش نوشتم، گفتم میتونی توی چی میگن رسمن هست میتونی بخونی که همین کار رو کرد. این یه نمونه. یه نمونه دیگه در مورد آقای علی جوانمردی بود. خب همه میدونم من و علی جوانمردی سال گذشته با هم خیلی درگیر شدیم، یعنی حالا بماند نمیخوام این برنامه رو تکرار بکنم این مسئله رو. بعد یه دیدم که یه دونه تقریبا 3-4 ماه پیش بود اگه اشتباه نکنم، دیدم یه دونه توییت اومده، توییت هم ترند شده، مال علی جوانمردیه که نوشته اینجوریه که سایت ایران گلوبال که خانواده مسئول آن مسئول سایت به ایران رفت آمد می کند، این علی من مقاله ای را منتشر کرده تحت عنوان پرستو در دام کلاغ. خب همه میدونم من خانوادم 9 تا برادر خواهرم تو ایران زندگی میکنن، 34 سالم و بنده خودم ایران نرفتم، تنها زندگی میکنم، بچه های منم دارن زندگی میکنن، اصلا هیچ نیازی نیست که برن ایران. اولا از ایران همه دارن فرار میکنن، والا اگر یه اتوبوسی هواپیمایی حتی جلوی مجلس شورای اسلامی بزنن باور کنین نصف اون نماینده هم فرار میکنن بیان توی خارج پناهنده بشن، همونجوری که حالا از طرق مختلف میرن کانادا و کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن. بابا جان این حرفا چیه؟ آدم
این دکان رو باید بس، که تا به یکی اختلاف میگه، تا به یه نقدی میرسی مثلا به اون اتهام امنیتی زدن. به هر حال من رفتم دنبال این مقاله، دیدم که این مقاله رو یکی از همکاران سایت، وقتی میگم همکاران سایت، ما حدودا به 200 نفر آکانت سایت رو دادیم. حالا از اون 200 نفر چه 50 نفری فعالن. دیدم اون شخص مقاله رو اون گذاشته که اتفاقا کرده، با تمایلات کاملهی هم هست. بعد رفتم گفتم رفیق اینه تو گذاشتی، این سروان احمدی کیه؟ من جستجو کردم از توی گوگل و دیدم که این سروان احمدی که تو میگی خبرنگار هست در ایران، همچین چیزی نیست، همچین چیزی اسم پیدا نمیشه. گفت آره اسم مستعاره. گفتم برای چی این مقاله رو زدی؟ گفت خب طرف تو ایران داره زندگی میکنه و خب براش خطر داره. گفتم خب یارو طرف تو ایران داره زندگی میکنه، اومده علی جوانمردی نوشته، خب اون که تو خارج بالاخره اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامیه، چه دلیلی داشت؟ چرا به اسم خودش نروش؟ بعد من مقاله رو دقیق خوندم، دیدم 11 دلیل آورده. یعنی اگر اون طرف با اسم خودش مینوش اشکالی نداشت، ولی از اونجایی که تجربه اسامی مستعار ما داشتیم، بلافاصله این رو زد، عدم انتشار زدم. البته علی جوانمردی اون اشاره میکنه که این مقاله در سایت تریبون زمانم به نقل از ایران گروه منتشر شد، بعدم اتهاماتی هم زده بود به زمانه، که زمانم مال جمهوری اسلامی و منم مثلا خانواده هم میره ایران و میان و از این حرفا. خب ببینید این دوتا نمونه نشون میده که خب ما باید وضعیت اینکه من چه فکری دارم مال خود من، ولی اینکه ما در رابطه با دیگران حق نداریم با اسامی مستعار علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، آدم های سرشناسی مثل ایرج مستاقی یا نمیدونم علی جوامه، بیم مطلب بزنیم. چون این تأثیر، یعنی تأثیر بلافصلش اینه که حتما ما یه کینه‌ای داریم، حتما یه برنامه‌ای هست توی رابطه با همین. گفتم ما تجربه گرفتیم، من شخصا همین اطلاعیه‌ای که الان می‌بینید رو اومدیم دادیم و گفتیم که در تاریخ 26 آوریل 2015، 7 سال پیش، یه مقاله در اون زمان و یه مقاله دیگه هم در 2017 منتشر شد با نام مستعار کیمیا خاوری. حقیقتش اینه که خب ما تا اون زمان اولین بار بود که با این نام آشنا میشدیم، هیچ اطلاعی راجع به اون نداشتم. امروز که رفتم مراجعه کردیم به ایمیل های اون تاریخ که من فرستاده بودم برای اژدر، به اژدر گفتم که اینو بررسیش کن ببین چی جوریه، اگر چیز بود سر درستی رو درجش کن. اژدرم رفت، در واقع اون مقاله خیلی تند و تیز بود، تا اون زمان اونم نمیدونست که این مقاله اسم مستعاره، اونو ادیت کرد و یعنی از اون تیزیش کاس تیترشو عوض کرد و منتشر کرد که من روز بعدش دیدم. خب این جنجال زیادی آفرید. اولا که ببینید ویرستار، ویرایش به معنی این نیست که تو محتوا رو میتونی عوض کنی. مسئله چی میگن اغلاط چیزای دیکته‌ای و نمیدونم گرامری و به هر صورت ادیت معنای خودشو داره، نمیتونه محتوای یک کتاب یا یک مقاله رو تغییر بدن. طبیعتا اون طرف مخالفت میکنه اگر تغییر پیدا بکنه. و یه نکته ای رو من بگم که آقای اژدر بهنام که صاحب سایت اسناد
آرشیو اسناد اپوزیسیون است که در آقای اتفاقان آقای ایرج مساقی هم خیلی از اون تعریف کرد. واقعا یک کار بی‌نظیری کرد، هیچ کس انجام نداد. اگر یه مؤسسه‌ای می‌خواست این انجام بده باید 30-40 تا کارمند استخدام میکرد یا تا همچین چیزی رو ایجاد بکنه. این آدم تنهایی شخصا اون رو راه انداخته و باور نمی کنید تاریخ، آرشیو، مقالات، اطلاعیه، تمام احزاب سیاسی از بعد از مشروطیت تا امروز را آورده. یک کار خیلی جدی انجام داده و اتفاقا سایتش مورد توجه بسیاری از پژوهشگران تاریخ ایران هست. از داخل و خارج کشور به اون مراجعه میکنن و میزان بازدید کنندگانش رو که من رفتم دیدم از طریق الکسا خیلی هم مراجعه کننده دارم. اینا بی صدا اصلا هیچ صحبتی تو این زمینه کرده غیر از اینکه من یکی دو بار باش مصاحبه کردم. و اینو من تاکید میکنم ایشون عضو شورای گردانندگان سایت نیست، سالهاست که نیست، در حد کمک های فنی به ما انجام میده که خیلی هم موثره. منم خیلی همیشه هم ازش تشکر کردم. در ارتباط با اون مقاله هم ایشون قبل از اینکه این ایمیل رو من برده هیچ شناختی از اون طرف نداشت و این رو منتشر کرد. خب ببینید مقصر اصلی منم، مقصر اصلی اژدر نیست. من میتونستم نفرستم، من میتونستم اگرم کسی دیگه منتشر کرده بود مثل همین مورد محمود زنگنه میومدم عدم انتشار میزدم. من نکردم. خب دلایل داره، حالا من در طول این ویدیو به دلایلش اشاره میکنم، هرچند دلایلش رو بخشن در همین اطلاعیه آوردم ولی بیشترش رو حالا توضیح میدم. خب این شد، این باید و جنجال آفرید و انرژی زیادی رو از من، از آقای ایرج مستاقی و از آقای اژدر بهنام گرفت. یعنی امروز وقتی نگاه میکنم اولا که یک نگاه دیگه ای دارم به آقای ایرج مستاقی. نگاه من با نگاه 7 سال پیش 10 سال پیش متفاوت هست و ایشون به خاطر دارن که اون ابتدا که سایت ایران گلوبال در سال 2004 تأسیس شد ایشون مقالاتی می نوشتن و من هم با نام خودم، با عکس خودم، با اسم خودم مقالات ایشون رو نقد می کردم. ولی واقعیت این هست که ما اعضای سابق سازمان های اپوزیسیون مقطع انقلاب چی میگن، یه اصطلاحی داره آقای مستاقی مطرح میکنه، فرقه رجوی، ولی من فهم میکنم والا ما همه ما فرقه ای بودیم. یعنی فدایی‌ها رو نگاه میکردی فرقه ای بودن، نمیدونم توده‌ای‌ها رو میدیدیم فرقه ای بودن، جبهه ملی‌هاش هم فرقه ای بودن، حتی نسلی میشدن. برادر مثلا پدرش توده‌ای بود، پسرش میشد توده‌ای، نمیدونم نوه‌اش هم بعدا میشد توده‌ای. یعنی این حالت فرقه داشت و هر کسی که میخواست از این حزب بیاد بیرون یا از این فرقه بیاد بیرون مساوی با خائن بود. شما از حزب توده هم میومدی بیرون میگفتن این خائنه، از مجاهدین هم میومدی بیرون میگفتن خائنه. یعنی اصلا درک نش. امروز بعد از سالها زندگی توی اروپا تو امدام ما رو فهمیدم که آقا هم مردم و هم اعضای احزاب سیاسی مرتب جا عوض میکنن. من یادم میاد دخترم عضو رهبری حزب چپ دانمارک بود، خیلی هم اعتقاد داشت، ولی وقتی که حزب چپ اومد به تأسیس ساخت مسجد امام علی در کوپنهاگ که با پول ایران و با زمین سفیر جمهوری اسلامی ساخته شده بود موافقت کرد، دخترم اومد بیرون، عضو شورای شهر دانمارک هم کوپنهاگ هم بود، اومد بیرون رفت به یه حزب بیشتر به حزب راست در واقع تمایل پیدا کرد. یعنی ببینید
بعد من اول برای من خو عجیب بود، ولی بعد دیدم نه، این یه کلا یه واکنشی هست که توی دانمارکیا هست. امروز به حزب سوسیال دموکرات رأی میدن، فردا میبینن که این حزب سوسیال دموکرات مثلا فرض کن 17 میلیون مینک رو کشته، نمیدونم یا برخورد چی میگن یه مقدار پولای مملکت رو حیف مل کرده، دوره بعد میرن به یه حزب دیگه رأی میدن. خب ولی توی اعضای احزاب زمان انقلاب و تا حدود بعد انقلاب اینجوری نبود. شما جرأت داشتین که مثلا به رهبری خودتون انتقاد بکنین، یا جرأت میکردین بیاین بیرون بگین این حزب بده، ما میریم به حزب دیگه میپیوندیم، بیچارت میکردن. بنابراین من فکر میکنم که همه این احزاب فرقه بودن، هرچند آقای ایرج مساقی سالهای پیش مثلا از مجاهدین اومد بیرون، بنده هم از فدایان اکثریت اومدن بیرون، ولی تا سالها همدیگر رو به چشم یک مجاهد و اکثریتی میدیدیم، یعنی یک نوع سوء تفاهم وجود داشت. امروز من فکر میکنم که هم نگاه ایرج مساقی هم نگاه من بهشون کمپلیت فرق کرده. علتش این بوده که یک تجربه ای رو ما پشت سر گذاروندیم. من تو این اطلاعیه در دو جا رسما و عملا گفتم که ما اشتباه کردیم، اون مقاله رو چاپ کردیم، رسما و کتبا از آقای مصداقی پوزش طلبیدیم. من این اطلاعیه رو قبل از انتشار متنشو من نوشتم دادم به آقای اجدر بهنام، گفتم ببین چون به هر صورت تو هم پا تو این جریان هست بخون، اگر مخالفتی داری بگو. گفت نه موافقم، یعنی ایشون هم قبول کردن که کار ما اشتباه بوده، حالا کی این کار کرده بماند، ولی عذرخواهی هم کردیم و نگاه ایشون هم با نگاه دیروز در مورد آقای ایرج مساقی هم کاملا فرق داره. ایشون هم نقش آقای مساقی رو توی جریان دادگاه حمید نوری و دستگیریش کار بسیار مثبت میبینه. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در واقع همین برخوردها رو به عنوان یک درس به دیگر فعالین سیاسی منتقل بکنیم. ببینید بخش بزرگی از نگاه‌های ما سوء تفاهم هست که نسبت به هم داریم، حالا میتونه داخل و خارج باشه، میتونه احزاب سیاسی سابق بودن. خیلی جالبه که آدم ها بعد از بیرون آمدن از اون احزاب، فاصله گرفتن از اون احزاب سابق خودشون، سالهای بعد اون خصلت ها و خصوصیت ها رو دارن. من یه مثالی بزنم، یه خاطره بگم که به نظر من خیلی جالب بود. تو سال 2005 بود یا نمیدونم، من در یک کنگره فدایان اکثریت بودم اونجا، بعد یک نفر از اعضای سابق حزب توده که حالا نمیخوام اسمشو ببرم برشورده، که اومده بود پیوسته بود به حزب دموکراتیک مردم ایران، ماله که از حزب جدا شده بودن و خیلی علیه حزب حرف میزدند و فلان اینا، دیدم که ایشون رفت، ایشون منو میشناخ، اسم سازمانی من هم مسرور بود و منو به این اسم میشناختم، به اسم کیانوش توکلی نمیشناختم. بعد این آقا رفت، همین آقایی که میگم عضو حزب دموکراتیک مردم ایران بود، با حزب توده هم فاصله گرفته بود و شب و روز هم علیه کیانوری و اینا حرف میگن، رفت مهدی فتاپور رو گفت ببین بیا شما تو سازمانتون یک نفر جاسوس CIA داره. من مطمئنم که این جاسوسه. گو از کجا میگو؟ آره ببین یه مقاله به نام کیانوش توکلی شما توی کار منتشر کردین، این علنا طرفدار آمریکا و حمله آمریکا به فلان و ایران و از این حرفا هست. بعد مهدی هم
میدونست که من با این بابا خیلی دوستیم، ما هم شوخی میکردیم، گفت ببین مسئول امنیتی سازمان ما اونو اونجا مسرور، برو بشین باش صحبت کن. بعد اومد پیش من گفت میدونی، حالا در گوشم هم میگفت که ببین یه نفر به نام فلان، من مطمئنم این جاسوسه، چیز منه میگه. اولا فهمیدم که این مهدی فتاپور داره اینو سر کار گذاشته. گفتم داداش خیانتش توکلی من هستم. اینه که گفتم دیدم رنگ روش قرمز شد و خجالت بودم. مرد حسابی تو از کجا داری میگی؟ تو با من رفیقی، منظور اسم من نمیدونستی. یا بر اساس یه مقاله ای که نوشته بود قسم میخورد که این جاسوس CIA. ببینید من بهش گفتم، گفتم ببین تو از حزب توده جدا شدی، تو از کیانوری فاصله گرفتی، یه زمانی به اصطلاح دست راست کیانوری بودیم، ولی هنوز همون توده ای هستی، هنوز همون نگاه توده ای که میگه اون نگاه کیانوری که همه رو تروبچای پوب میدید و نمیدونم تا یک نفر مخالفت میکرد با جمهوری اسلامی میگفت این CIA و فلانه. ببینید اینا وجود داره، واقعیت اینه که هست. نکته دیگه، نکته آخری که میخوام بگم و این به نظر من واقعیت داره، ما تو اطلاعی هم اومدیم. ببینید من 18 سال پیش این سایت ایران گلوبال رو در شرایطی گذاشته بودم که بین همه جریانات سیاسی دیوار بود، یعنی اونایی که اصلاح طلب بودن یه سایت داشتن، اونایی که چپ بودن یه سایت چیز داشتن، اونایی که سرنگون طلب بودن یه چیز داشتن، هیچ کس محاله هم دیگر رو نمیذاره، یا اونایی که مثلا حرف و حدیث داشتن راجع به مسائل اتنیکی، هیچ کی آزار نبود این مقالات اینا رو بزنه. خب ما اومدیم گفتیم آقا اولا به همه آکان میدیم، هر کس تقاضا بکنه خودش مطلب خودش رو در قسمت تریبون آزاد بزنه. کامنت ها رو باز گذاشتیم، بارها پیش اومد که مثلا فوش خواهر و مادر به من داده بودن تو کامنت ها، اونا رو پاک نکردم، بودم بذار ببینن، بذار ببینن اون چهره واقعی یه سری آدم هایی که اگر دموکراسی میذارن اینجوری باش برخورد میکنن. یعنی واقعیت اینه که یک نگاه جدیدی نسبت به دموکراسی رسانه‌ای رو ما آوردیم. این که توضیح دادم حتی کسی که علیه خود من نوشته بوده می آوردم می زدم، حتی جای دیگه نقد می نوشتن نقدشون رو ور می داشتم می آوردم توی سایت، تو صفحه اون قسمت پربیننده ببینم. من حتی یادم میاد موقعی که همون 2015 اون مقاله چاپ شد، خب یک مقاله آقای ایرج مستاقی خیلی تند تیز هم بود علیه من علیه سایت، این اون آوردم توی سایت زدم، یعنی یه جانبه به قاضی نرفتم. این یه نگاه بود، یه نگاه بود. همونطور در عرصه سیاسی هم خب ما میگفتم آقا جان اگر تا دیروز اتحاد برای نمیدونم زحمت کشان یا اتحاد برای مبارزه علیه امپریالیسته، امروز اتحاد عمل باید برای دموکراسی در ایران، مسائل حقوق بشر، اتحاد عمل گروه ها و احزاب برای اینکه وضعیت کشور رو از این وضع چیز بکنیم. اون زمان، حالا وقتی میگم اون زمان، شما باید 2004 وقتی که به اصطلاح اتحاد جمهوری خواهان کنفرانس خیلی بزرگی گذاشته بود در برلین رو نگاه میکردی، 700 نفر رفته بودن اونجا، خب اکثریت اونها هم امضا گذاشتن. خب گفتم آقا اتحاد برای جمهوری خواهان این غلطه، امروز اتحاد برای دموکراسی خط اصلی داره، جمهوری خواه، چپ، مشروطه خواه، اینا میتونن باید بیان برن اونجا بذارن به آرای عمومی مردم چی میخوان. نسل ما اومده انقلاب کرده، سلطنت رو برداشته، جمهوری آورده، مگه نسل های بعد از ما که اکثریت 90% 95% جمعیت امروزی ایران دیگه اون جمعیت 57 نیست، اینا حق دارن برای تصمیم بگیرن راجع به خودشون. اون زمانی حرف در اقلیت بود، امروز خوشبختانه با فعالیتی که ما کردیم این دید رو جا انداختیم و تو زمینه چیز سیاسی هم در رابطه با رفراندوم و نمیدونم چیزا نقش بسیار
عظیمی داشتیم، ولی خب اشتباه هم کردیم. یکی از اشتباهات ما در مورد همین انتشار مقاله‌ای که علی آقای ایرج مستاقی بود. خب ما خیلی فکر کردیم، سالها بود که بین رسیدم و فکر میکردم یک بدهکاری من دارم به آقای ایرج مستاقی، باید با این اطلاعیه که رسما و کتبا هست. منتها به نظر من آقای مستاقی در بخش نقد اجدر بهنام به نظر من خیلی سنگین کرد، طوری که نقش اجدر بهنام رو هم تراز با کیمیا خاوری مطرح کرد و این واقعیت نداره. اصلا خود آقای اجدر بهنام اصلا تفکرات اونو قبول نداره و نقشش اصلا اینجوری نبوده. نقش اصلی رو من داشتم و به نظر من میتا و حدود زیادی غیر منصفانه بوده و من حالا خود آقای بهنام هم حتما مطلبی رو می نویسم در مورد اینکه کیمیا خاوری آیا مثلا خانم کتایون آذرلی هست یا نیست. من به لحاظ وجدانی، به لحاظ پرنسیب حق ندارم، من میدونم کیه، کی نوشته، ولی حق ندارم نام واقعیشون رو بگم. ولی تو همین جریانات من دیدم که آقای مصداقی خیلی مطمئن و کاملا به حرف خودش اعتماد داره که همچی حرف رو میزنه. رفتم یه سرچ ساده نه، سرچ محتوایی کردم، دیدم در یه جایی این کتایون آذرلی و کیمیا خاوری اینا یکی هم. این احتمالا اشتباهی که بودونه کردن، شاید ایشون آقای مستاقی این رو گرفتن و اینا. به هر حال من از کیمیا خاوری هر کی هست میخوام پا بذاره به میدون و پاسخ بده و ما واقعا در این 7 سال بسیار زیان دیدیم، وقت ما گرفته شد و دیگه هم حاضر نیستیم در این مورد وقت بذاریم و طبیعتا آقای مستاقی است و کیمیا خاوری و نام واقعیش، اونا میتونن با هم دیگه بحث و فصل بکنن، ولی ما پرونده رو در همینجا میبندیم و امیدواریم که آقای مستاقی به کار خودشون که در رابطه با دادگاه حمیدی نوریست ادامه بده. شب و روزتون خوش.